وزیر صنعت به وجود بحران در تولید داخلی. دویچ و وله به نقل از بانک مرکزی میگوید هزینه تولید داخلی در یک سال بیش از 34% افزایش داشته است. وزیر صنعت در یک نشست خبری اعتراف کرد که بسیاری از صنایع در حاشیه زیان کار میکنند و باید قیمتها را بالا ببرند. شعار سال 1391 خورشیدی از سوی رهبر جمهوری اسلامی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تعیین شده است. از ابتدای سال جاری کمتر روزی است که خبرهای نگران کننده در مورد افزایش واردات، تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و بالا رفتن قیمت‌ها منتشر نشود. مصباحی مقدم: دولت عامل اصلی نابسامانی در جامعه است. به گزارش دویچ و وله، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، عامل نابسامانی‌های اقتصادی را نداشتن مدیریت صحیح از سوی دولت دانست و گفت دولت عامل اصلی تورم و گرانی در جامعه است، چرا که با نداشتن کنترل بر بازار اقتصاد کشور را متشنج کرده است. بنابراین باید در برابر مردم پاسخگو باشد. مصباحی مقدم در گفتگو با خانه ملت در ادامه گفت باید با متخلفان و افرادی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تورم و گرانی را کنترل نکرده و باعث تشدید و تقویت گرانی ها شدن برخورد شود. مشاور احمدی نژاد: رفسنجانی به بازنشستگی نیاز دارد. به گزارش العربیه، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور و سرپرست مؤسسه مطبوعاتی ایران، با انتقاد شدید از آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت آقای هاشمی رفسنجانی به استراحت و دوران بازنشستگی هم احتیاج دارند. وی افزود ایشان اکنون 80 سال سن دارند و کار اجرایی برای آقای هاشمی در این سن و سال خوب نیست. تجمع کارگران نساجی مازندران به اتفاق خانواده‌هایشان مقابل استانداری. خبرگزاری هرانا اعلام می‌کند صبح دیروز کارگران نساجی مازندران به اتفاق خانواده‌هایشان در مقابل استانداری مازندران تجمع نمودند. کارگران سرگردان نساجی مازندران که بلا تکلیف و سرگردانند اعتقاد دارند نزد خانواده‌های خود شرمنده هستند و ماهاست که با دست خالی به خانه می روند. بر اساس این گزارش، حضور کارگران رسمی به اتفاق خانواده هایشان در مقابل استانداری مازندران بازتاب گسترده ای در شهر ساری به وجود آورده است. محسن کدیور: حفظ نظام با اسرائیلیات. به گزارش سایت خبری جرس، حجت الاسلام کدیور طی یادداشتی بیان داشت که جمهوری اسلامی با نظریه حفظ نظام از طریق اسرائیلیات پیش می‌رود. یکی از مجریان این نظریه نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان است. با جعل اسرائیلیات و حراج کردن آبروی منتقدان، نه تنها نظام حفظ یا تقویت نمی‌شود، بلکه با سست کردن پایه‌های اخلاقی و دینی آن، تجزیه و متلاشی شدنش تسریع می‌شود. بینندگان محترم شبکه جهانی کلمه،
در پاسخ به درخواست مکرر شما بینندگان عزیز، واحد خبر شبکه جهانی کلمه بخش ویژه‌ای تحت عنوان برداشت آزاد را به برنامه خبری خود افزوده است. جهت ارسال فایل تصویری و خبری با ایمیل خبر@kalame.tv مکاتبه فرمایید.